با وجود اینکه در انتخابات روز یکشنبه اسپانیا هیچ حزبی نتوانست اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را به دست آورد اما ماریانو رخای نخست وزیر کنونی و رهبر حزب مردم برای تشکیل دولت آینده این کشور اعلام آمادگی کرد حزب مردم در این انتخابات 123 کرسی پارلمان را از مجموع 350 به دست آورد و برای تشکیل دولت ناگزیر به ائتلاف با سایر احزاب است آقای راخوی روز دوشنبه با اشاره به همین موضوع گفت که مردم با آرای خود به او این اختیار را دادن که برای تشکیل یک دولت با ثبات که بتواند در حد انتظارات مردم باشد رایزنی های لازم را آغاز کرده در مقابل اما حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا با کسب 90 کرسی پارلمان رتبه دوم این انتخابات را دارد در صورتی که این حزب بتواند با سایر گروه های را ائتلاف کند احتمال دارد که بتواند دولت را تشکیل دهد یکی از رهبران این حزب با انتقاد از موزه اخیر آقای راخوی تاکید کرد در صورتی که حزب مردم نتواند اکثریت را به دست آورد سوسیالیست ها مأمور تشکیل دولت خواهند شد با این وجود روز دوشنبه رهبر حزب چپگرای پودموس امکان ائتلاف با سوسیالیست ها را رد کرد این حزب نوپا در انتخابات اخیر با کسب 69 کرسی به سومین گروه سیاسی قدرتمند اسپانیا تبدیل شد <applause> کارلوس مارلاسکا خبرنگار یورونیوز در مادرید میگوید آینده انتخابات برای رای دهندگان همچنان مبهم است اغلب مردم ترجیح میدهند که هرچه سریعتر موافقتی برای انتخاب یک نخست وزیر انجام شود اما در این راه مشکلات زیادی وجود دارد اکنون احزاب باید برای رسیدن به توافق تلاش کنند در غیر این صورت انتخابات دیگری برگزار خواهد شد